سلام دوستان گرامی، جنون مرد هزار چهره فرق و عدیانی به شدت اوت کرده. این رو میتونیم در خطوطی که توسط رضا تابنده در پست های اخیرش منتشر شده رو ملاحظه کرد. امروز هم البته یکی از دستیاران همپیمانش، یکی دیگر از تبهکاران حامیش، با پستی که منتشر کرد این موضوع رو تایید کرد. البته مدعی شد که این صفحه توسط چند نفر نمیچرخه، بلکه توسط یک نفر میچرخه. ولی به نظر من رضا تابنده از لحاظ فهم و شعور و توان کلامی و میزان تجزیه و تحلیلش و اطلاعاتش در اون حد نیست که بتونه این اکانت رو به تنهایی مدیریت بکنه و بچرخونه و محتواش رو تهیه بکنه. بنابراین همون جوری که پیشترها هم گفتم، این صفحه توسط یک تعداد افراد مختلف چرخیده میشه که یک از همونها، از اینها همون نوچه آقای فردی، یارو شهرام پازوکی هستش و اون صابری سارق هستش که محتوای علمی دیگران رو دستبرد بهشون میزنه و یه سری دیگه از اون ویترین رضا تابنده، کتابخونه تصوف و عرفان و یه تعدادی هم اطلاعاتی. این که میگم یه تعدادشون اطلاعاتی هستن به این علت هستش که برخی از اخباری که در این صفحه منتشر شده به هیچ گونه موضوعاتی نیستش که این افراد شخصی بهش دسترسی داشته باشند، بلکه باید سیستم های اطلاعاتی بهش دسترسی داشته باشند. برای یک نمونه، من این رو هم بیش از یک سال پیش بیان کردم، اینه که در این صفحه درج شده بود که دادرش فتحی آخرین بار 20 سال پیش در ایران بوده. خب قطعا رضای تابنده و این تبهکاران نمیتونن از این اطلاع داشته باشن که من چه زمانی در ایران بودم، به جز اون افرادی که در سیستم های اطلاعاتی دارن فعالیت میکنند و به اینها یاری میرسونند. حالا صحبت اصلی من در اینجا این هستش که توجه بفرمایید که این تبهکاری که دستیار رضا تابنده هست و یه پستی رو امروز منتشر کرده، میگه تنها گناهش که مورد هجمه قرار گرفته اینه که در واقع دوستدار اقوام حضرت آقای محبوب علی شاه هستش. در اینجا توجه بفرمایید که چه حرفای گنده‌ای از دهنه این بابا میاد بیرون. میگه که تجلی عشق را در وجود حضرت آقای محبوب علی شاه دیده، زیارت کرده و خدا را در بیعت با ایشان یافته. نمیدونم این چجور درویشیه که در یک لحظه موفق به زیارت خدا شده و تجلی عشق رو در اون لحظه تونسته به چشم ببینه. گزافه گویی، حرف مفت زدن یعنی این. و البته میگه دشمنی ما با این آقا سر قضیه این هستش که این میگه که آقای جذبی قطبه. آقا دروغ گفتن موقوف. 4 سال پیش من و شما با هم دیگه برخورد پیدا کردیم، اون زمانی که شما حبس و حصر حضرت آقای مجذوب علی شاه رو داشتی کتمان میکردی به دستور رضا تابنده، رحمت الله تابنده و دیگه قوم و خویشات و محمد تابنده که شوهر خالت هستش، و ما میگفتیم حضرت آقای مجذوب علی شاه حبس و حصر هستند و تو اومدی با ما درگیر شدی سر این قضیه. انقدرم بی حیا بودی و خبیث و بدزاد که بدون اجازه حضرت آقای مجذوب علی شاه زمانی که ایشون کنار شوهر خالت محمد تابنده، چپاولگر خانواده تابنده، روی اون تناب نشسته بودن، بدون اجازه زمانی که ایشون با لباس خونه در اونجا نشسته بودند و با محمد تابنده در حال گفتگو بودند، از ایشون فیلم برداری کردی و اینو منتشر کردی و ما اعتراض کردیم و تو اومدی زمانی که ما تلاش میکردیم که افشا کنیم حبس و حصر حضرت آقای مجذوب علی شاه رو
و در این زمینه چون رضا تابنده و رحمت الله تابنده که خمسه ازشون تشکر کردن بابت فعالیتاشون در اینترنت، به اونها تاختیم و در مقابل اونها جبهه زدیم، تو اومدی به من گفتی بیشرف، که البته چون من یکی از جزئی ترین سربازان قلعه تصوف و عرفان هستم و دارم خدمت گذار از جهت خودم به نظر خودم دفاع میکنم از آرمان ها و ارزش های تصوف و عرفان، به خودم اجازه ندادم که با همون لحنی که تو من رو مورد خطاب قرار داده بودی به جواب پس بدم، چون بین ما و امثال توی تبهکار و رضای خیانتکار و رحمت الله بددهن، بددهن چاله میدونی و شوهرخاله چپاولگر باید یه تفاوتی باشه. به هر صورت گفتم که فقط این رو بگم که اینقدر دروغ نگو. برخی ها ممکنه حافظه‌شون کوتاه باشه ولی ما فراموش نکردیم. اینها همه موجود هستش در صفحات اجتماعی، مردم میتونن مراجعه بکنن و ببینن که صحت داره یا نه. پس اختلاف من و شما و ما و شما بر سر حبس و حصر حضرت آقای مجذوب علی شاه شروع شد. البته شما ها اینقدر پست هستید دست جمعی که همیشه از حضرت آقای محبوب علی شاه استفاده ابزاری میکنید. نمیدونم چرا همیشه شما بیخرت های بددهن بداخلاق جنایتکار و تبهکار و دزد و خیانت پیشه و بیادب همیشه صحبت حضرت آقای محبوب علی شاه رو به میون میکشید و از ایشون سرمایه میذارید و آبروی ایشون رو میبرید، در حالی که ایشون مرشد هیچ کدوم شماها نبودن. مرشد شماها شیطان هستش و بس. این سخن ادامه داره. با سپاس.